اطراف این مسیر سرمایه های ملی به چشم میخوره که روزگاری نچندان دور درآمد خانواده ها بود. اما امروز واقعا این بار میبینی حدود 15 سال راه شده هستن، این بار انگه اصلا دیگه جنگل شده. آره همینجوری باغچه‌ای بود حدود 60 هکتار هست که اما راه شده هستن. برم صرف نمیخونه دیگه، میخوام دست چایی در سالهای اخیر اصلا دیگه مقروم به صرف نیست. چطور مقروم به صرف نیست؟ یعنی قیمت پایین بودن قیمت وای برگ صد نسبت به اجناس دیگر. بر اساس آمارها طی سالهای گذشته حدود 10,000 هکتار از باغهای چای کشور رها شدند. حالا آقای ابراهیمی از تولید کنندگان موفق چای ما رو به باغی برد که با همتش گنجهای پنهان زمردین یکی پس از دیگری از دل طبیعت سر بیرون آوردند. حیف نه این بوته این علف بگیره این خبه بگون 12 هکتار از باغهای کبری خراب بود راه شده بود، ما این خریدیم حرس کردیم. اون برای آباد کردن هر هکتار باغ چای حدود 50 میلیون تومان خرج کرد. کسی فکرش نمیکرد که اینجا یه روزی آباد بشه. 10 نفرم در روز سرکار اومد ما این داریم روزی میخوریم. روزی چقدر میگیری؟ روزی 70 تومان. اصلا نه تو زیره همه آباد بودیم خدا شاهد. سخته بله. سختی که به جان خریدن برای کاهش واردات چای با رنگ و اسانس خارجی و رونق تولید چای سالم ایرانی. این سختی کشیده داریم همه ایران این چای سربلند. اگه دولت حمایت بکنه ایمان در این دلو و واردات بیربیه ایجاد اشتغال میشه. البته برای افزایش تولید پرمصرف‌ترین نوشیدنی ایرانی سازمان چای هم از تولید کنندگان حمایت میکنه، چه از طریق مشاوره های فکری چه از طریق پرداخت وام های مختلف از منابع خودمون و یا معرفی به بانک ها برای دریافت وام های با کارمزد زیر 10%. حدود 10,000 هکتار باغ چایی که به صورت رها شده قرار گرفته بود چیز در حدود 4,000 هکتار ما از باغات چای ما احیا شدن که این میتونه چیز در حدود 6,000 تن چای خشک استثنایی کشور رو اضافه کنه. بر اساس اعلام سازمان چای کشور بیش از 6,000 هکتار از باغ‌های چای استان‌های گیلان و مازندران مخروب است که با حمایت بیشتر دولت از صنعت چای و احیای این باغ‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال برای 6,000 نفر حدود 10,000 تن هم بر میزان تولید چای خشک کشور اضافه میشه. مریم دورباش، خبرگزاری صدا و سیما، روستای سوستان پشته لاهیجان.